خب جرنوزی در جان امکانه گفت که ای توانستی گل معنا شکفت در زدب دارم خدمت شما همینان عزیز و ارجمندم. برنامه دیگه در تلویزیون ایران فردا امیر درخشان برنامه هدایت میکنه، از او صمیمانه سپاسگزارم. وقتی این آمار بنگاه نظرسنجی گلوب نگاه میکنم، رفته سوال کرده از مردم کشورهای مختلف که آیا از نیروی انتظامی خودتون، از پلیس خودتون راضی هستید یا نه. این گزارش هایی که از ایران آدم دریافت میکنه افسوس میخوره و دچار حسرت میشه که چرا ما این بلا رو داریم بر سر خودمون میاریم، چرا همه چیز مفهومش دگرگونه شده. از مردم سوئیس پرسید آیا از پلیستون راضی هستید، ماموران انتظامی 91% پاسخ مثبت دادن، یعنی از هر 100 نفر 91 نفر گفتن آری. همین سوال از مردم های ایسلند کردن، جواب باز 91% بوده. یا مردم اتریش، اکثریت در اتریش 86% گفتن آری، زولندنو 86%، حتی ترکیه 66% گفتن به پلیس اعتماد داری. در ترکیه، در میان کشورهای خاورمیانه فقط ترکیه است که مردمش هنوز مغرورن به نیروهای انتظامی خودشون و بدترین وضع رو در میان کشورهای مورد نظر بنگاه نظرسنجی گالوب مکزیک داره. مکزیک البته به خاطر این اتفاقاتی که اخیرا افتاد، این زد و بند و توطئه مشترک بین پلیس و این باندهای مواد مخدر که قدرت فوق‌العاده، یعنی 11 خانواده که تقسیم کردن ایالت‌های مختلف مکزیک رو بین خودشون و صاحب نفوذ و اقتدار فوق‌العاده حتی در نهادهای دولتی هستن. و بعد این کشتار 20 اندی دانشجو و بعد اونها رو کفن و دفن کردن در گور دست جمعی. بعد در میان کشورهای اروپای شرقی رقم جالبه، خب بالاخره جمهوری چک یا جمهوری اسلواکی، اینا کشورهایی هستن که روزی زیر سلطه احزاب کمونیست بودن، روابط مردم و پلیس چندان دوستانه نبوده، نه برعکس خیلی هم خصمانه بود. چون من در گذشته وقت سفر میکردم به کشورهای کمونیستی، متوجه این مناسبات خصمانه بین مردم و دستگاه پلیس شده بودن، یعنی مردم پلیس رو، دستگاه انتظامی رو دشمن خودشون. اما خوشبختانه نشون میده که دموکراسی جواب داده در این کشورها. در جمهوری اسلواکی 67% نسبت به پلیس ابراز اعتماد کردن، جمهوری چک رقم از اینم بالاتره، 70%، مکزیک 45%، رقم خیلی بده. در آمریکا بعد از این اتفاقاتی که در فرگوسن و اینها افتاد، اندکی به نظر مردم تغییر پیدا کرده، ولی خب آخر نظرسنجی که از مردم آمریکا کرده بودن برمیگرده به دسامبر 2013 که 78% نسبت به پلیس ابراز اعتماد اطمینان. اما ببینید واقعا در آمریکا چه خبر، جنجالی است اینجا. عملا میشه گفت مبارزات انتخاباتی سال 2016 شروع شده. آقای عباس شیرمحمدی میدونم پیروز در چی بود، در پرس کلاب بود که از مهمترین باشگاه های مطبوعاتی دنیا در واشنگتن دی سی، اونجا شنیدم تمام نمایندگان رسانه های آمریکا حضور داشتن، بحث و گفتگوهای داغ جریان داشته بر سر سیستم رهبری ایالات متحده آمریکا، اعتراض به اینکه چرا آمریکا کنترل بر جهان را از دست داده، چرا دیگه کشورهای دنیا روی ظرفیت های آمریکا حساب نمی کنن. آقای عباس شیرمحمدی درود بر شما. درود بر شما و درود بر بینندگان عزیزتون در همه جای دنیا. حال شما خوبه؟ خسته نباشید. قربان شما. ما در گرمای تعطیلات کریسمس در واشنگتن و جنجال و خروش مسائل سیاسی که الان دیگه واقعا نمیدونم به کجا خواهد کشید. شما توی پرس کلاب بودید، اونجا دیدم که نماینده همه روزنامه و رسانه های مهم آمریکا، واشنگتن پست، نیویورک تایمز، همه بودن. بحث بیشتر بر سر رهبری آمریکا بوده، چی میگفتن به همینا؟ همه گیجن جناب آقای میبودی. باور کنید الان یه حالتی پیش اومده که ما فردا صبح، من که نه، همه نمیدونیم چه دیگه قراره چی بشه. جریان پاکستان، جریان
اتفاقاتی که داره هر روز بدتر و بدتر میشه. و در این نهاری که سالی یک دفعه میذارن و تقریبا تاپترین خبرنگارا و مجریان رسانه های اصلی دنیا اونجا هستن، حتی از ژاپن اومده بودن، اینا صحبت هایی که میکنن همه با یک مسیر گمنام مواجه هستن، نمیدونن قرار چی بشه و همه همیشه توجه به آمریکا بوده، به سیاست های آمریکا بوده. الان آمریکا دقیقا تو سیاست های خودش هم مونده و میبینید که الان آقای اوباما کاملا ساکت شده. یکی دوتا از، بدون اینکه اسم ببرم، یکی دوتا از خبرنگارای اصلی واشنگتن پست و شیکاگو تریبیون که محل تولد آقای اوباما هم هست اینا، و یهودی هم هستن، اینا عملا ابراز کردن که مسئله عرب و اسرائیل باید حل بشه، چون این درست مثل یک مثلثی هستش که این در رأس قرار گرفته و تا این مسئله حل نشه تمام مسائل دیگه در خاورمیانه تحت شعاع قرار خواهد گرفت. یکی از قشنگترین کارهایی که سیاست آقای اوباما کرد مسئله کوبا امروز بود که شما حتما مورد نظرتون هست. این جریان رو یک ماه و نیم پیش ما در همین نشنال پرس کلاب در همون گروهی که بودن داوطلب خواستن، گفتن اگر دوست دارید برید کوبا ما یک نزدیک 35 نفر رو میتونیم ببریم. و این اولین باری بود که رسما از طرف خبرنگارها و گروه خبری که عکاس هم جزء اونها هستن بهشون اجازه شد، اگر اجازه داده شد از طرف وزارت امور خارجه آمریکا که اگر میخواید برید کوبا میتونید برید و ما پاسپورت بهتون میدیم و ویزای کوبا هم خواهید گرفت. که اون موقع من واقعا برام خیلی تعجب بود و گفتم خب تا حداقل یکی دو ماه دیگه راه باز میشه، که امروز دیدید چه شد. بله بله، راه باز شد بعد از 18 ماه مذاکرات پشت درهای بسته، مذاکرات محرمانه. میگم پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهانم خیلی نقش مهمی داشت در ایجاد روابط حسنه بین واشنگتن و هاوانا. الانم که این سرمایه‌داران آمریکایی همه دارن سعی میکنن بلکه بتونن جایپای خودشون رو محکم بکنن در کوبا، فکر میکنم آینده کوبا خیلی درخشان باشه. برای هر چی باشه هاوانا روزی کاری شبیه یا بچه شبیه لاس وگاس داشت، یعنی شهر تفریح و کازینوا، و هنوز این کازینوهای قدیمی برجا هستن، به احتمال زیاد هتل‌های قدیمی رو همه رو دوباره بازسازی میکنن، کازینوها رو بازسازی میکنن، رفت آمد و هنرمندان شروع میشه. خب کوبا هم واقعا جای زیبایی است، یک مملکت تاریخی و در این حالی که از زیباترین کشورهای منطقه کارائیبی که متاسفانه تحریم، اونم یک تحریم طولانی، دمار از روزگار مردم مملکت در آورده، برخی از مردم واقعا پا برهنه و دچار مشکل و عذاب. اما البته آشتی واشنگتن و هاوانا باعث نارضایتی بسیاری از مخالفان فیدل کاسترو شد، بسیاری از مهاجران کوبایی، سناتور روبیو هم که خیلی ناراحته از بابت احیای مناسبات. خب خیلی جالب، جونم بفرمایید، ببخشید. ببینید من دو تا براتون مطلب داشتم که میخواستم بگم. جریان آقای بوش رو شما شنیدید؟ بله، جب بوش یه جورای پیشبینی من شاید درست در اومد، ایشون 100% خواهد بود. بله، و من شخص سومی هم را خودم پیش بینی میکنم که خانم الیزابت وارنر هست. بله، ایشون که ایشون هم 100% دیگه نیست، چون ایشون هم فکر کنم توی فوریه اعلام بکنه، در صورتی هنوز با توجه به اینکه هنوز گفته مایل نیست، ولی فکر کنم ایشون هم کشیده بشه به مسائل انتخاباتی پاش. و یه خبر جالب دیگه در مورد این قیمت نفت برای من خیلی جالب بود. من سه شب پیش توی ضیافتی بودم که یکی از سی او های 5 شرکت بزرگ نفتی دنیا اونجا بود و در آمریکا. بله. و داشتن صحبت میکردن و یک سیاستمداری از ایشون پرسید که با این قیمت نفت شما وضعتون قرار خیلی خراب بشه. لبخند زد، گفت ما پروفیتمون بیشتر میشه. و من یک دفعه ناخودآگاه دقت کردم به حرفا اینا و ایشون منظورش بای پروداکت نفت بود. تولیدات فرعی نفت، چیزهای فرعی نفت، تولیدات فرعی، بله، مثل روغن ها، مثل بله بله، نه نفت خام، بله درست. چون قیمت نفت داره میره پایین به نفع اینا هست، برای اینکه اون مثلا روغن کاملا درست هیچ وقت پایین نمیاره. کاملا درسته، کاملا درسته.
البته بعضی از شرکت های نفتی هستن از حالا میخوان بر کارگراشون رو اخراج بکنن در تگزاس، یعنی که به اونا احتیاج ندارن، ولی دقیقا درسته تولیدات فرعی نفته که حائز اهمیت برای کمپانی های نفت. متاسفانه کشورهای نفتی امروز نفت خام میفروشن. دقیقاً دارن الان این کارو میکنن. قیمت نفت خام الان از آب کمتر شد. دقیقاً. و صحبت از 40 دلار بلومبرگ تاکید میکنه که اگر بهای نفت به 40 دلار برسه این برای تولید کنند، یعنی در واقع سر به سر میشه. یعنی چیزی گیر تولید کننده نمیاد، حالا چه تولید بکنه که چه نکن، اگه قیمت نفت برسه به 40 دلار بهتره هیچ کس نفت تولید نکنه. کاملا درست. چون سودی نداره برای کسی، برای دقیقا. کسی سودی نداره. تشکر میکنم عباس شیر محمدی عزیز. چند نفر بودن در پرس کلاب؟ تعداد نزدیک 70 نفر بودن. 70 نفر. و من یک کتابی رو براتون آوردم که این رو من عکسش هم براتون فرستادم. این واقعا کتاب جالبیه به نام Ground Truth، که این یکی از عکاس ها و یکی از خبرنگارای بسیار بسیار معروف به نام بن باربر که ایشون 30 سال عضو فعال LA تایمز بوده، نیویورک تایمز بوده، USA Today بوده. واقعا مقام خیلی بزرگی رو داره در رده خبرنگار و عکاس ها. ایشون 20 سال در خاورمیانه عکس گرفته. 20 سال و یکی از عکس های ایشون امسال به احتمال خیلی زیاد پولیتسر پرایز میبره. و این عکس یک آقای افغانی هستش که در بازار افغانستان ایشون داره چیز میفروشه، هیزم میفروشه با سرما و با برفی که هست داره میفروشه. آخه یه عکس دیگه داره جان میبودی که خیلی منو تکون داد، از یک مدرسه تعلیم تروریست ایشون عکس گرفته. میگفت سن افراد بین 8 تا 12 سال هست، عکساشون هم هست در این کتاب. و به محضی که این عکس ها میگیره بهش میگن اگر تا 10 دقیقه دیگه اینجا باشی کشته میشی، و ایشون میره فورا. و من خودم بعد از نهار واسه این مقداری صحبت کردیم ازش پرسیدم واقعا این کار رو میکردن؟ گفت بزرگا نه، ولی این بچه ها فقط منتظر یک اشاره بودن که بهشون اشاره بشه و منو بکشن. این اردوگاه کجا بوده؟ در پاکستان، در مرز پاکستان و افغانستان. تشکر میکنم آقای شیر محمدی عزیز، تا دیداری دیگر. متشکرم. خواهم هم بیانران ارجمند در این منزل از برنامه میریم سراغ کی؟ دکتر اسماعیل نوری‌اللهی عزیز که هفته هاست با ماست و مطالبی که میگه بسیار آموزنده است، از این نسل جوان رو در جریان زندگی روشنفکران قبل از انقلاب قرار میده، همینطور سیر تطور و تحول در زبان و ادب و فرهنگ. دکتر نوری‌الله درود بر شما. سلام میکنم خدمت حضرت عالی، همکارتون و بینندگان گرامی برنامه‌تون. امروز سبزپوش شدی تا سبزپوش. بار گذشته درباره ادبیات و شعر مسلح با هم صحبت کردیم که به نظرم بحث فوق‌العاده جالبی بود، چون دیگه این روزها این مسائل میشه گفت که به تاریخ پیوسته و قرار نیست تجدید بشه. دیگر این که ادبیات به طور کل و خود شعر در دوره قبل از انقلاب، در یک دوران البته شاید یک دهه، در خدمت ایدولوژی بود. یعنی شعرهایی که زیاد با ایدولوژی نسبتی نداشتن یا به ایدولوژی های وارداتی نزدیک نمی شدن، منظورم بیشتر مارکسیسم لنینیسم، اینا اصلا اعتبار شهرتی پیدا نمی کردن. بله همینطوره، به خاطر اینکه اساساً شعر در اون دوران به خصوص از 1350 به این ور به کل از حوزه ادبیات خارج شده بود و تبدیل شده بود به یک دیسکورس سیاسی و ارزش‌هاش هم از عرض کنم که گفتمان‌های سیاسی موجود می‌گرفت. بنابراین شاعری که به شعر به عنوان ادبیات نگاه میکرد، به عنوان آفرینش هنری نگاه میکرد، مورد اقبال قرار نمیگرفت، مگر اینکه در شعر خودش حتما از اون تمثیلهای رایج سیاسی استفاده بکنه و مردم هم از طریق اون تمثیلها با کار او آشنا بشن. من فکر میکنم که اگر که ما از تمثیلات اون دوران که
که فقط در حوزه اون دوران معنی داشت خارج بشیم، شاید به مقدار زیادی از آثاری که در اون زمان منتشر شد اصلا اون حوزه ادبیات خارج بشه. من برای اینکه نمونه اعلاش رو خدمتتون عرض بکنم، مثلا برگردیم به شعر بسیار 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 مشهور اخوان ثالث به نام زمستان. شعری است که در لحظاتی ازش آدم قدرت تخیل و سخنوری اخوان رو یک جا میبینه، ولی در مجموعش زمستانی که او داره گزارش میکنه، اگر که معناهای سیاسی رو ازش بگیریم، نصف شعر رو تبدیل به گزارش هواشناسی میکنه. به نظر من زمستان است، سرها در گریبان است، شرحی از وضعیت یک فضای زمستانی رو بیان میکنه. اما به ضرب این که عرض کنم که یک قرارداد نانوشتهی بین نویسنده و خواننده برقرار شده که هر وقت من گفتم زمستانه یا سرما هست یا شب هست و غیره، منظورم حکومت هست، و هر وقت که بگویم که روز شد و خورشید آمد و ابرها کنار رفتن، منظورم مثلا انقلاب هست و از این حرفا، از طریق این قرارداد بیرون از ادبیات بودش که این شعرها معنی پیدا میکرد. یا مثلا شعر شاملو رو بگیریم، پریا گریه میکردن، پریا وقتی که شما این رو میخونید، خب حتی اکثرش شعر فولکلوری که معمولیه، اما جلایی که پیدا کرده بود در اون زمان به نظر من به لحاظ این بودش که پریا که در زنجیر بودن و دیو اونها رو در قلعه خودش به زنجیر کشیده بود و غیره، اینا همه به خاطر معانی قراردادی که پیدا کرده بودند مورد علاقه مردم قرار می گرفتن. به همین دلیل به نظر من عرض می کنم از مقطع 1350 شروع میشه و دیگه 55 به اوج خودش میرسه که رفته رفته آفرینش هنری در شعر به نظر من رنگ میبازه و آثار با ارزشی در اون دوران خلق نمیشه. خود شما به نظر میرسه که خودتو قربانی این سیاست بودی ها؟ من اینجوری احساس میکنم دل پری دارید. ببینید من همیشه در ذهن خودم شاعر سیاسی بودم، یعنی که من هرگز فکر نکردم که یه شاعر باید بره از جامعه خودش رو بکشه بیرون و عرض کنم که حرفای کلی بزنه و اینها، و به همین دلیل مثلا در مقابل شعر عرفانی که داشتش یواش یواش مثلا از طریق شعر موسوم به حجم جا می افتاد مقاومت میکردم، اما معتقد بودم که ارزش شعری ارزش شعریه، ارزش سیاسی نیستش. و این نیستش که هر کسی بهتر بگه مثلا مرگ بر شاه، اون دیگه میشه بهترین شاعر معاصر. در نتیجه یک حالت بینابینی وجود داشت از لحاظ اینکه در آفرینش هنری من سیاست رو داخل نمی کردم، اما در ذهنیت عرض کنم که بیانگر خودم به هر حال آدمی بودم که نمیتونستم نسبت به آنچه که در اطرافم هست بیتفاوت باشم، ولی به هر حال مورد استقبال عرض کنم که اون زمانه نوع شعر من قرار نمیگرفت. خب ما در خط راهنما هم نداشتیم، یعنی نقد ادبی در ایران که هنوز جا نیفتاده بود، یه چند تنی بودن در این زمینه کار میکرده، آقای رضا براهنی بوده که برخی معتقد بودن به جای نقد آقای براهنی بیشتر نظرات شخصی خودش رو در الفاظ کوبنده بیان میکرد، و یکی آقای دستخیب بود به خاطر هم از خود شما بودید و یه دو تن دیگه، ولی هیچ کس هم درست به درستی نفهمید که در این وسط آخه خود نقد چه معنایی داره. یعنی هیچ کس یک خط و ربط اساسی در مورد نقد راستین رو در به اصطلاح در این زمینه مطرح نکرد. جوانای ما نفهمیده که شعر خوب چیه، شعر بد چیه، میدونی؟
من در کتابی که 22 سال پیش در لندن منتشر کردم به نام تئوری شعر، بله، در ابتداش یه فصلی رو گذاشتم و اون این هستش که به نظر من نقد شعر بدون برخورداری از تئوری شعر امر بی‌معناییه و حد اکثر میکشه به سلیقه های شخصی. یعنی مثلا اگر که آقای براهنی رو به عنوان مثال عرض میکنم، آقای براهنی کتاب داره طلا در مصر 800 صفحه، اگر که این کتاب نتواند یک عینک یا یک نظریه ادبی شعری رو به خواننده القا بکنه، تنها کاری که خواننده میکنه اینه که به هر شعری که برخورد را بیفته بره در خونه آقای رضا براهنی بگه آقا این شعر خوبه یا بده. برای اینکه این آدم تئوری ادبی رو پشتبند نقد ادبیش نمیکنه، میآید میگوید که این عرض کنم که مثلا شعرها مزخرف، من یادمه که مثلا شعرهای احمد رضا احمدی رو ایشون چندین بار در مجله فردوسی مقاله نوشت راجع بهش و میگفتش که این زمزمه یک جنینه، نمیدونم مثلا سخت شده است، با این کلمات هم ارزشابی شعری میکرد. اما بعد از انقلاب دقیقا خود ایشون وقتی که یه مطلبی نوشت به عنوان اینکه چرا من دیگر شاعر نیمایی نیستم، برگشت و دقیقا رفتش تو مکتب موج نو و شعر حجم و شعر خودش رو تبدیل کرد به اون ارزش ها، به خاطر که در اون زمان این ارزش ها مسلط‌تر شده بودن. در نتیجه من یه بار در مجله فردوسی به صراحت این رو نوشتم که من به هر کسی که بتواند در یک صفحه بگوید که تئوری شعر آقای دکتر براهنی چیست و چگونه میشود از اون استفاده کرد در نقد شعر، من جایزه میدم. اعتقادم بر اینه که فقط خود دکتر براهنی است که نظریه در ذهنش هست و میتونه بر اساس اون نظریه قضاوت بکنه، اما اون نظریه رو نمیتونه منتقل بکنه به مخاطبین خودش که میخواهند در مکتب او نقد ادبی یاد بگیرن. ما اساسا بین حوزه تئوری ادبی و نقد ادبی چندان تفاوتی نگذاشته ایم و به همین دلیل آثار تئوری که ما در زمینه شعر بسیار اندک هستن. مثلا حالا بگیریم ارزش احساسات نیمایوشیج رو، یا بیاد دوتا کتابی که یدالله رویایی منتشر کرده و چندین مثلا بیانیه شعر حجم و غیره، ما هرچی که داریم تورم نقد ادبیه بدون اینکه آدم بدونه چه ضوابطی داره به کار میره. من این مشکل رو از هم جوانی خود من 1345 که مسئول صفحات شعر مجله بامشاد زندیات پوروالی شدم و بعد هم مجله به نام جزوه شعر رو منتشر کردم و بعد هم به دعوت آقای عباس پهلوان مسئول صفحات شعر، بخشی از صفحات شعر فردوسی شدم، چون ایشون صفحات شعر رو تقسیم کرده بود بین من و براهنی و دستقیب و سپالو. در تمام این مدت تلاش من این بود که بتوانم یک چهارچوب نظری رو در مورد ادبیات مطرح بکنم و از دل اون چهارچوب نظری معیارهای بیرون بکشم که بشه باهاش گفتش که این شعر خوبه یا این شعر بده. ما حتی گرفتاریمون تا اون حد هست که هنوزه تعریفی از شعر به طور کلی نداریم. درست. در گذشته عرض کنم که مطابق بخشنامه مثلا اسیرالدین اخسیکتی که نگاه بکنیم، اون یک معیارهای سوری و ذهنی رو در مورد آنچه که شعر است بیان کرده بود. میگفتش که شعر سخن منظوم و مقفا و مثلا متساوی الابیات است. همه اینا برمیگرده به عرضیات شعر، به لباس شعر، به اون زبانی که شعر میخواد درش جاری بشه. خب ما در گذشته ادبای ما یا شعرهای ما یه تعریفی از شعر داشتن. اگر یه کسی مثلا نمیتونست
یک بحر شعری رو رعایت بکنه، میگفتن که این شاعر خوبی نیستش، یا اگر قافیه هاش قرقاتی باشه ازش ایراد میگرفتن. من یادم باز در هم سالها دکتر براهنی علاقمند شده بود بعضی وقتا غزل بگه، ولی متوجه تفاوت ردیف با قافیه نبود. بنابراین مثلا وقتی که حافظ میگه که یوسف گم گشته باز آید به کنعان غم مخور، به لحاظ اینکه این غم مخور در انتهای همه ابیات تکرار میشه، از حوزه قافیه خارج میشه و بهش میگن ردیف. کلمه قبل از ردیف میشه قافیه، یعنی مثلا کنعان غم مخور و کلمات هم وزن از کنم که کنعان. اما ایشون یه غزل گفته بود که قافیه نداشت اما ردیف داشت. خب همه مسخره کردن این حرفا، و بعدم البته آقای دکتر برهنی توضیح دادن که من خواستم در غزل معاصر عرض کنم که نوآوری کنم و قافیه رو اینجوری حذفش بکنم. ولی منظور من اینه که در گذشته ما دارای یک سری معیارهای اینگونه بودیم، اما وقتی که نیما ابتدا و بعد شاملو در پی او تمام این معیارهای سوری و ظاهری رو از شعر گرفتند، نیما منکر اهمیت تساوی از ابیات شد، یا محل قافیه رو تغییر داد، یا شاملو که اصلا گفته چرا شعر باید موزون باشه. به این ترتیب اینها شعر رو لخت کردن و حالا کسی که میخواست بدونه که این چیزی که گفته شده چیه، شعر هست اصلا یا نیست، دارای هیچ ضابطه دیگری نبود. حرفای کلی و عجیب غریبی مثل مثلا گوهر شعر، میگفتن این شعر گوهر شعر نیستش مثلا یا این قطعه از گوهر شعری برخورداره، ولی هیچ کسی نمیومد توضیح بده که گوهر شعری اصلا چی است که ما بریم ببینیم که آیا در این شعر این وجود داره یا نه. به همین دلیل مثلا من سالهای سال دیدم که اشخاص به حساب این که اگر که یک جمله خودشون رو بشکنن و به صورت نردبانی زیر هم بنویسن، خیال میکنن شعر گفتن. بسیاری از کارهای نمیدونم فریدون کار رو مثلا که نگاه کنیم، همین سخن معمولیه که تکه تکه شده و زیر هم نوشته شده. به اصطلاح خودشون میگفتن که ما شعر نردبانی گفتیم، از بالا پایین میاد بزن که به طور افقی حرکت بکنیم. ولی این هیچ چیز رو نجات نمیداد. آدم اگر که یک سخنی رو که به قول اونها در گوهر خودش شعر نباشه، شما هر جور که بنویسید شعر نیست. در حالی که غزل حافظ هم هر جور سر همش بنویسید باز شعر. تشکر میکنم، فوق العاده آموزنده. گفتگو رو دنبال میکنم. یا تو ماشه تو کجا اومدیم هم میانانم با آقای دکتر اسماعیل نوریالا پیام، شاعر و منتقد و ادیب، ادیب سرشناس. به شما روز بخیر میگم. قربون شما، خداحافظ.